ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، ملقب به کاظم، عبد صالح و باب الحوائج، امام هفتم از ائمه اثنا عشر علیهم السلام و نهمین معصوم از چهارده معصوم علیهم السلام می باشند. آن حضرت بعد از چندین بار زندانی شدن به دست خلفای عباسی، آخر الامر به دستور هارون عباسی در زندان مسموم و به شهادت رسیده و در مقابر قریش بغداد دفن گردیدند که امروزه به حرم کاظمین در شهر کاظمین مشهور است. تاریخ شهادت آن حضرت را جمعه 25 رجب سال 183 هجری در 55 سالگی ذکر نمودند. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. حضرت موسی بن جعفر، معروف به امام موسی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوائج، هفتمین امام مسلمانان جهان هستند. آن حضرت به جهت کثرت زهد و عبادت معروف به عبد صالح و به جهت حلم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به کاظم گردیدند. ولادت آن حضرت در سال 128 قمری همزمان با شروع قیام ابو مسلم خراسانی داعی بنی عباس علیه امویان بود و در سال 148 هجری قمری پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام صادق علیه السلام به امامت رسیدند. دوران 35 ساله امامت ایشان با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزمان بود. مناظره ها و گفتگوهایی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با برخی از خلفای عباسی و بعضی از عالمان یهودی و مسیحی و ابو حنیفه در منابع تاریخی و حدیثی نقل شده که در پاسخ به پرسش های آنان بوده و در پایان به گرویدن آنان به اسلام انجامیده است. امام کاظم برای ارتباط با شیعیان سازمان وکالت را گسترش دادند و در مناطق مختلف افرادی را به عنوان وکیل تعیین کردند. از سوی دیگر حیات امام کاظم همزمان با بروز انشعاباتی در شیعه بود و فرقه های اسماعیلیه، فتحیه و ناووسیه با آغاز امامت ایشان و فرقه واقفیه پس از شهادت آن حضرت شکل گرفت. عصر امام کاظم دوران بسیار سختی برای شیعیان بود و در این دوران حرکت‌های اعتراض‌آمیز متعددی از ناحیه شیعیان و علویان نسبت به خلفای عباسی صورت گرفت که از مهمترین آنها قیام حسین ابن علی شهید فخ در زمان حکومت هادی عباسی و نیز جنبش یحیی و ادریس فرزندان عبدالله بود که در زمان هارون رخ داد و در واقع مهمترین رقیب عباسیان علویان بودند و طبیعی بود که حکومت آنان را سخت تحت نظارت قرار دهد. کتب تاریخ و حدیث برخوردهای متعدد خلفای عباسی با حضرت موسی بن جعفر را نقل کردند که عمده‌ترین آنها برخوردهای هارون است. در این حال باید توجه داشت که ائمه اطهار علیهم السلام همگی بر لزوم رعایت تقیه پافشاری کرده و می‌کوشیدند تا تشکل شیعه و رهبری آنها را به طور پنهانی اداره نمایند. امام کاظم برای ارتباط با شیعیان و تقویت توان اقتصادی آنان سازمان وکالت را که در زمان امام صادق علیه السلام پایه‌گذاری شده بود گسترش دادند. ایشان برخی از اصحاب خود را به عنوان وکیل به مناطق مختلف می‌فرستادند. نقل‌های مختلفی در منابع آمده است که شیعیان خمس خود را به امام کاظم یا نمایندگان ایشان می‌رساندند. شیخ طوسی نیز دلیل پیوستن برخی از وکلای آن حضرت به واقفیه را فریفته شدن به اموالی می‌داند که نزد آنان جمع شده بود. در زیارتنامه امام کاظم علیه السلام با عبارت المعذب فی قعر السجون، یعنی کسی که در سیاه‌چاله‌ها شکنجه می‌شد، به آن حضرت سلام داده شده است. در زیارتنامه آن امام بزرگوار از زندان ایشان به ظلم المطامیر نیز یاد شده است. مطمور زندانی را میگویند که مانند چاه به گونه ای باشد که جای پادراز کردن و خوابیدن در آن ممکن نباشد و نیز به جهت اینکه بغداد در مجاورت رود دجله است، طبیعتاً زندان‌های زیرزمینی مرطوب و نمناک و به تعبیر زیارتنامه آن حضرت مقمور بوده است. گفته شده هارون به ارتباط شیعیان با امام کاظم علیه السلام حساس بود و از این بیم داشت که اعتقاد شیعیان به امامت آن حضرت باعث تضعیف حکومتش شود. واپسین روزهای عمر امام کاظم علیه السلام در زندان سندی ابن شاهک سپری شد. شیخ مفید گفته است که سندی به دستور هارون الرشید امام را مسموم کرد و امام سه روز پس از آن به شهادت رسیدند. شهادت آن حضرت 25 رجب سال 183 هجری قمری در بغداد رخ داده است.
پس از آنکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسیدند، به دستور سندی بن شاهک پیکر ایشان را روی پل بغداد قرار دادند و اعلام کردند که موسی بن جعفر به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. پیکر موسی بن جعفر علیه السلام را در منطقه شانیزیه در مقبره خانوادگی منصور که به مقابر قریش شهرت داشت دفن کردند. امروز کاظمن که مرقد مطهر ایشان و امام جواد علیه السلام است، یکی از حرم‌های مطهری است که میلیون‌ها مشتاق را به عنوان زائر به سوی این مکان مقدس می‌کشاند و کعبه آمال مشتاقان امام کاظم، باب الحوائج و امام جواد مظهر جود و سخا می‌باشد. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبارشیه.